با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بازرگان محترم من پدرام روفی هستم با چکیده از گزارش های این هفته بازار فورکس آمار انبوه هفته جدید به افزایش سطح فعالیت های معاملاتی اکثر ارزهای پایه منجر خواهند گردید مهمترین داده ها این هفته شامل انتشار آمار سه تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی نیوزلند و آمار ماهانه کانادا در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور و همچنین دیگر آمار اقتصادی کلان از سرتاسر سر جهان خواهند بود به دلیل کمرنگ بودن پیش زمینه خبری روز دوشنبه از اخبار روز سه شنبه شروع میکنیم. در طی اجرای جلسات معاملاتی سه شنبه ای اروپا نشد داده های ماه دسامبر آلمان در رابطه با تغییرات شاخص شرایط حوزه کسب و کار این کشور را مشاهده خواهیم نمود. با در نظرگیری شاخص مربوطه به عنوان یکی از مهمترین عوامل ارزیبی شرایط تجاری و تمایلات حوزه کسب و کار این کشور به موازه ادامه‌یابی افزایش‌های فعلی این شاخص واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا تحکیم خواهد یافت. جلسات معاملاتی امروز آمریکا با انتشار داده های ماه نوامبر ایالات متحده در رابطه با تغییرات کمی تعداد جواز صادره ساخت و ساز همراه خواهند بود شاخص مربوطه یکی از مهمترین عوامل سنجش بازار مسکن بوده که به موازه افزایش آتی می تحکیمات نرخ دلار ایالات متحده را نیز به دنبال داشته باشد در طی اجرای جلسات معاملاتی چهارشنبه آمریکا نشر داده های ماه نوامبر ایالات متحده در رابطه با تغییرات شاخص حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی این کشور را مشاهده خواهیم نمود با در نظرگیری این شاخص به عنوان یکی از عوامل مهم سنجش ظرفیت قدرتی بازار کار به موازای ادامیابی افزایش های فعلیش تحکیمات نرخی آتی دلار امری مبرم به شمار خواهند آمد. جلسات معاملات اقیانوس آرام این روز انتشار داده های سوم سال نیوزلند در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخل این کشور را به همراه خواهند داشت. شاخص مربوطه به عنوان مهمترین عامل ارزیبی سطح سلامت اقتصادی منطقه به شمار میاد و به مواظه به رسیدن این آمار با افزایش نرخ نوسانات معاملاتی دلار نیوزلند نیز برخورد خواهیم نمود. در طی اجرای جلسات معاملاتی پنجشنبه آمریکا نشر دادههای سه ماه سوم سال ایالات متحده در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور را مشاهده خواهیم نمود که همواره نرخ نوسانات واحد ارزی دلار ایالات متحده را نیز افزایش خواهند داد در ادامه همین جلسات معاملاتی با انتشار دادههای ماه اکتبر کانادا در رابطه با تغییرات شاخص پایه فروشی و همچنین دادههای ماه نوامبر این کشور در رابطه با تغییرات شاخص بهای مصرف کنندگان کانادا روبرو خواهیم شد. افزایش نرخ نوسانات دلار کانادا در طی به این آمار بسیار مبرم جلوه مینماید. در طی اجرای جلسات معاملاتی جمعه ای اروپا، نشر داده‌های سه سوم سال بریتانیا در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور را مشاهده خواهیم نمود. با در نظرگیری این شاخص به عنوان کلیدی ترین عامل سنجش شرایط اقتصادی نرخ نوسانات ارزی و سطح فعالیت های پوند استرلینگ در طی انتشار آمار مربوطه افزایش خواهد یافت. در ادامه همین جلسات مملتی با انتشار داده های ماه اکتبر کانادا در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور مواجه خواهیم شد. در صورت افزونتر رقم خوردن آمار در پیشرو از داده‌های تخمین یافته این شاخص واحد ارزی دلار کانادا تحکیم خواهد یافت. انتشار داده های ماه نوامبر ایالات متحده در رابطه با تغییرات شاخص نرخ مسکن نوساز به گزارش این هفته بازار خاتمه خواهد بخشید. همچنین خاطر نشانم که ادامه رشد فعلی نرخ این شاخص در طی انتشارات در پیش رو با ابراز تأثیراتی مثبت بر تحرکات نرخی دلار ایالات متحده همراه خواهد بود. به موازه اتمام گزارش های این هفته لازم بیادوری است که بر ارزه رسیدن آمار انبوه هفته جاری به افزایش نرخ نوسانات یورو پوند، دلار کانادا و ایالات متحده منجر خواهد گردید. با آرزوی بهترین ها و به امید دیدار تا هفته دیگر.